سلام به همه حالا لویت حالا فرقاین دوی گیت است اینن ایش هفه دست است اینن زوپا 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 گود گیت خب لکسیون سوائیون زیبسیش اعضای محترم آلمانی به فارسی دات کام آغاز میکنیم لکسیون سوائیون زیبسیش درس هفته خب در این درس میخوام بهتون یه سری اصطلاحات خواهش میکنمی درس بدم واس خواهش میکنم این خواهش میکنم یعنی چی واس ایست دست دن این دیگه چیه اون دیگه چیه خب حالا به تو میگم چیه سب کنید زاین زی گدول دیش زاین زی گدول دیش یعنی سبور باشید یکم صبور باشید خب این بیسشن گدول دیش زاین زی این بیسشن یه ذره صبور باشید خب گدولدیش دیش یعنی خب در این درس درس قبل ما آوس ماخن و آن ماخن رو بهتون گفتم درسته؟ گفتم مثلا من کان من کان یعنی آدم میتونه مان 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 کان آدم میتونه این من معنی آدم میده اینجا خب آدم هوا نیست این آدمه <applause> معنی آدم میده اینجا و خوبه که بدونید مان کان مثلا دن فرن زیها خب در فرن زیها شالتن او در آن شالتن اینا رو گفتیم او در دا داس فرن من معنی آدم میده با این من اشتباه نکنید این مان یعنی مرد یا شوهر ولی من که یه ان داره فقط یعنی آدم سوم شخصی که مثلا به صورت کلی یا عمومی بخوایم یه چیزی رو بگیم خیلی به کار میره خیلی به کار میره ب... فکر کنم گفته باشم در موردش ولی خب بازم مطمئنم در درسهای بعد خواهیم گفت درباره بر... در این یوهو خب شروع میکنیم امروز میخواستم بهتون بگم آها خواهش میکنم ای. یکیشون مثلا میتونم مثلا اونو بردارم مثلا اینجوری خب دارفیش معمولا میپرسم دارفیش 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 مثلا داین هندی منوتسن شو داین هندی به نوت سن این مال مثلا ممکنه یه بار این مال به نوت سن میتونم یه مثلا چیز تو بگیرم هندی تو بگیرم یه بار یه زنگی بزنم مثلا خب اینجوری میگی مثلا یا مثلا میتونم مثلا اه این خودکار یه لحظه میتونم بگیرم مثلا خودکار کوگل شقایبه کولی مثلا یا مثلا نمیدونم دو چرخه میدی من مثلا یه دست برم اینجا و بیام ماشین تو مثلا میدی من برم اینجا و بیام یا هر چیزی اینجوری خواهش میکنم میاد خب میخوام در جواب اینا بگم خواهش میکنم یعنی چی دارفیش مثلا اتفاس ماخن آلگماین اتفاس ماخن دارفیش اتواس ماخن مثلا میتونم یه کاری بکنم اتواس یعنی یه چیزی ماخن یعنی کردن دارفیش یعنی میتونم میتونم اینکه که اجازه میخواید بگیرید خب مثلا معت... موتر... یکم چیزه یکم به حساب معدبانه تره م... به جای دارفیش مثلا ممکن کان کانم بتونید بگیرید ولی دارف مثلا وقت بخواد اجازه ی چیزی بگیرید آ... بهتره دارفیش یه زیتسن مثلا دارفیش یه زیتسن میتونم اینجا بشینم دارفیش فلان دارف دارف خب فل دورفن هست میدونید که دورفن فل هست واسه اول شخص شده دارف دارف من دارف من دارف یعنی آدم میتونه خب من دارف آدم مجازه میتونه خب تونستن مجاز بودنی خب جوابا چیه جوابا جوابا یکی اینه که کلا کلا یعنی چی؟ یعنی واضح کلا کلار خیلی مهمه یا کلار یا مثلا میگن یا کلار بله واضح معلومه خب معلومه واضح خب خب پس یکیش کلار هست کلار رو قبلا داشتیم کلار با اون آقای کلارا توی اون خانواده چی بود دکتر ارنست کلارا داشت نه چیز بوده اون مهاجران فکر کنم کلارا داشت خلاصه یکی ای از این کارتون ها کلار, کلار یعنی چی یعنی م... واضح واضح یه چیزی کلار باشه شما مثلا واضح است آیا مثلا تو هوا مه مهالود باشه مثلا شما واضح نمیبینید دیگه درسته کلار نیست خب دیدتون کلار نیست خب آسمون هم مثلا میتونه کلار باشه مثلا آسمون قشنگ صاف باشه همه چیزی ببینید خب کلار پس یا کلار دارفیش دست و دا دست ماخن یا کلار یا کلار یا ناتورلیش ناتورلیش مثلا شما ممکنه زیاد شنیده باشید ناتورلیش یعنی طبیعیه طبیعتا طبیعیه معلومه همه اینا معلی معلومه میده بچا یه چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که ترجمه مستقیم یا دایرکت اوبزتسونگ ایس نیشت ایمر همیشه خوب نیست خب سعی کنید اس این چیزها رو مثلا در قالب تشابه یاد بگیرید توی محدوده بکار کار یه دایره در نظر بگیرید این تمام این کلمات توی مح... محدوده خاصی در جواب یه سری چیزهای خاصی به کار میرن اینجوری یاد بگیرید راحت تره بله یکی دو جا ممکنه ترجمه کمک کنه بهتون خوبه ترجمه مستقیم همی... سعی کنید مثلا برای چیزای چیزهای خاصی به کار ببرید خوبه ولی واسه همه جا همه چیزی رو ترجمه کنید این زو فونکسیونیه دیش پراخه نیست اینجوری زبان کار نمیکنه خب اینجوری نیست یا natürlich in این اوی شو باید عوضتون باشه یا نتولیش خیش هم اگه گفتید ja natürlich تره یا natürlich خب نتولیش ja نتولیش اوی خب یا کلار، یا نتولیش یعنی خواهش بکنم بکنید این کارو معلومه برید انجام بدید هر کاری دوست خواهش بکنید بزنید بشکنید چی شعاره همه رو دیگه چی؟ ممکنه بشتم این یا کاین فراگه کاین فراگه کاین فراگه یعنی چی؟ یعنی این دیگه جای سوال نداره که بابا برو انجام بده اون کارو دیگه خیلی مرام داری میذاری دیگه درسته؟ خیلی کاین فراگه مثلا میتونم ماشین تو بگیرم یه صد روز برم مسافرت یا کاین فراگه خب مثلا خب خیلی مرام بالا یعنی سوالی توش نیست جای سوال نداره سوال نکن برو برو برو, برو هر کاری دلت بکن برو برو خب کاین فراگه یعنی سوالی نیست کاین نه خب معلومه ا داره چون فراگه فمینین هست به ا خط شده خب کاین فراگه مهمه پس میتونی بگی یا کلا ناتولیش کاین فراگه همش هم هم میتونید بگید دیگه خیلی مرامتون مثلا دیگه بره آسمون هفتم خب یعنی خیلی بالا خب البته آسمون هفتو معنی خوشحالی میده اینجا من معنی بالا بالا بودن یه چیزی رو گفتم خب آها کاین تما 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 داست تما داست تما تما بچه به آخر شده درسته تمام کلماتی که به آخر میشن معمولا یعنی تغ... میشه گفت تقریبا همشون معنس هستن معنس ولی تما چون به ما خط میشه به آی خالی خط نمیشه به ما خط میشه به شما خط نمیشه با به ما خط میشه <applause> پس چیه داس هست داس تما نویتروم هست خونساز کاین تما دیگه کاین هیچی نمیگیره مثل عین این هم هیچی نمیگیره کاین تما میتونم اون کارو بکنم کاین تما آه؟ یعنی بازم همین یعنی موضوعی نیست که بخوای در بگی بپرسی برو انجام بده برو هر کاری دلت بکن خب برو کاین تما کاین تما یا کلار کاین تما خب کاین فراغه خب کاین فراغه کاین تما این همشون یکی گفتم خب الان یه چیزی که میخواستم بهتون بگم کاین تما هم گفتیم مثلا میتونیم بگیم داس ایست این ویشتیگست تما خب ایست این ویشتیگست تما دست تما هست دیگه اینشی چی نمیگرفت همونطور که گفتیم صفت اس میگیره wichtig یعنی مهم داسی زن ویشتی مثلا این اون سا... یک موضوع مهم هست موضوع موضوع مهم هست تما اصلا مهم هست زر ویشتیگ. زر ویشتی خب مثلا انتگراتسیون ایز این ویشتی که مثلا یعنی که خارجی ها بیان خودشون رو وف بدن توی محیط آلمانی اینا خیلی میشنوید این روزا ممکنه بشنوید خب زیاد جدی نگیرید اینتگراسیون مهم است تو تلویزیون هم نگاه کنید هر از روزی نیست که در مورد صحبت نشه خب این ویشتیگ این استما خب مثلا میتونید بگید تما ایست ویشتیک تما است ویشتیگ اینو میدونید دیگه ویشتیگ دیگه چون پشتش اسم نمیاد دیگه هیچ اندونگی نمیگیره یا ای اس ای نمیگیره خب بریم سراغ خب چی گفتیم نات... یا, یا کلر میتونم کارو بکنم خواهش میکنم یا کلر خواهش میکنم یا ناتورلی خواهش میکنم کاین فراگه خواهش میکنم کاین تما خب از یه چیزی هم که هست زلبس فرشتندلیخ زلبس فرشتندلیخ زلبس فرشتنلی آه خیلی طولانیه نه ولی خب سولن د داسور ا سولنگ اباس کان پروبلم زلبستفرشتندلی زلبسفرشتنلی خوب یعنی چی زلب فرشتنلیش خودفهم یعنی خودفهم یعنی ای خودتون بدونید دیگه باید میتونید اون کار رو انجام بدید بازم تو همون هاست یعنی سوالی توش نیست حرفی توش نیست خواهش میکنم اصلا نگفته برو انجام بده برو 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 نپوش، برو برو, برو بکن زلبست خب مثلا میتونم چیزو چاقو رو بکنم شکم شما <applause> زلفش بکنم بکش من اصلا خب زلفش خب مثلا میتونم این, این کاسه رو بزنم تو سرتون <applause> زلفش می میتونید خب خب زلفش نه این داسیس داسیس نیست زلفش داسیس نیشت این یا اون زلفش یعنی خود خود فهمی حالا اسمش من بذارم نیست خب پس زلسفشنلیخ یعنی خواهش میکنم یعنی نگفته انجام بده خواهش میکنم اصلا جای سوال نداره مثل همون هست مثل همون بنابراین به بنابرای این خاطر میگم دیرکت او سونگ ایس نیش یعنی ترجمه مستقیم مستقیم همیشه خوب نیست اینو فقط باید بگید که اینو همشون توی مایه هایی هستن خمیر مایهشون یکی هست و میتونید همه جا استفاده کنید در مورد خواهش میکنم خب زرد یک کم دیگه طولانی هست حالا خب مثلا این تما کنت اوخ کان اه... اوخ زرد این تما مثلا, این... مثلا این که اه... مثلا میگه آقا من ماشین تو حالا ماشین نه چون خیلی ها ماشین دوست ندارم به کسی بدن <applause> خب چیزی راحت تری بدیم مثلا بگیم مثلا اه... مثلا دو چرخه فاقات فاقات دو چرخت دو چرخت تو مثلا میگیرم میرم مثلا تو میگی آقا میشه لطفانید مثلا تا ساعت مثلا 6 بیاریش مثلا برش گردونی چون میخوام برم فلان جا مثلا من کارشم دارم مثلا طرفی که گرفته میگه زرت شوشتن یعنی این مشخصه باید این کارو بکنم معلومه خب اینجا یعنی خودم باید اینو بفهمم یعنی اینو باید من درک کنم خودم خب قابل درکه قابل درک قابل درک خوبه آره قابل درکه خب قابل درکه زرت فشتن این تم... این یه تمام یا یه موضوع هم میتونه قابل درک باشه زرت باشه خب یعنی کلار باشه خب خب زرد یعنی که مثلا من شبا نباید حالا چیز کنم موزیکم رو خیلی بلند کنم لاوت بلند که مثلا ناخبارن یا همسایه ها مثلا آزار نبینن اذیت نشن این داستی زرد خب باید چیه این قابل درکه یعنی باید اون باید واسه خودم حله خب باید این باشه همینجوری واسه بعضی البته این زلفشتن نیست یعنی چی یعنی موزیک بلند میکنه هر کاری دلشون خاص میکنن خب دست ایست برای ها ایست نیشت زلفشتن خب خب این هم از زلفشتن لیش الان زلف سستش شما یعنی خودم میده الان از این زلفشتن و از این کلمات خواهش میکنمی می بیایم بیرون زلفست داریم و مثلا میگن ویگتس اینن وی گیت اینن حالتون چطوره یا وی گیت دیه مثلا حالت چطوره خب گود اون اینن اینا مثلا قبلا بهتون گفتم اون اینن اونن چیه اینن یا دیه اوخ گود دانکه مثلا خب به جای گود اون اینن میتونید بگید اون زلبست اون زلبست زپست اون زست وییتسیین اینو زیاد میشید تو روزمره آلمان ویگیتسیین وییتیه اون زپست یعنی خودت چی؟ یعنی خودت حالا دیگه نخواد بگید. اون اینن و اون دییه و اینا نخواد بگی چون داتی و موقعغای کنید اون زلبست خودتون چی خیلی هم میشنوید خب دوستی تو خیلی دوست باشه میشنید البته دوست و غیر دوستی نداره همه چی میتونی بگی هم غیر رسمی هم غیر رسمی اون زلبست خب ویکیت سینن گود اون زلبست خب به جای زلبست بچه زلبه میگن زلبه این اس ز دیگه تلفظ میشه باید بدونید بعدش ا هست زلبه اون زلبه خودتون چی فرقی نمیکنه زلبست و زلبه فرق زلبست و زلبه چیه هیچی فقط زلبست هوخ دویچه مثلا استاندارده یکم کلاس کار بالاتره ولی زلبه اوم گانگشپراخ هست اون گانگشپراخ یعنی زبان روزمره خب زلبه زلبه زبان روزمره است. میگم صحبت میکنیم ولی زلبست زبان بگم بالاتر کارش خب هر دو رو میتونی بگید مهم نیست گود اون زلبست اون زلبه آخ گود دانکه خب یه به حساب یه مکالمه استاندارده ویگت اینه البته همین این استاندارد فکر نکنید همه جا به کار میره این یه نفر رو ببینید همیشه این اولین چیزی هست که میپرسید ویگت اینه یا ویگت دیه گود دانکه اون زلفس اون زلما اخ گود دانکه فرتیش تموم بعد میشید شروع میکنید به صحبت کردن حالا یه هر چیزی ولی این اول کار خیلی مهمه چون اول کار مثل یه ماشین بچا خب شما اولش یه مقدار خوب باشید دو تا چیز اول کار رو مثلا اول یه مکالمه رو خیلی خوب بگید انگار بهتون موتیواسیون میده موتیواسیون یعنی انگیزه بهتون موتیواسیون آها من دارم خوب صحبت میکنم خب همینه بنابراین چیزای اول کاری رو سعی کنید خوب یاد بگیرید یه چیزایی که همیشه به کار میره مثلا خب اینم از زلپس البته زلبر مثلا یه چیزی که معنیش... معنی زیاد داره اینم یه معنیش بود زلبس زلپس هم گفتم یه دونه دیگه مثلا آقا مقاب... م... مثلا میگه بچه ها دیدی تو شوخی میکنن بچه شوخی که نه مثلا میگی مثلا ف... تو تنبلی دو بیست فاول فاول یعنی تنبل 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 فاول فاول مثلا خب <applause> مثلا اون گه خودتی خودتی زلبا 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 یعنی چی؟ یعنی خودتی اینجا خودت خودت زلبا دیگه بچه کوچیک که زلبه رو بیشتر به کار میرن تا زلبا خودت خب نیاز ندارید که به یه نفر بگید خودتی خب مثلا حالو خودتی مثلا زلبه خب خب بریم سراغ زلبه هم گفتم ها زلبه شولد زلبه شولد زلبه شولد شولد زلبه شولد شولد یعنی چه ها؟ شولد شولد یعنی مقصر یا اگه بزرگ بنویسمش اولش اسم میشه یعنی گناه خب یعنی تقصیر شولد یعنی مقصر شولد بزرگ یعنی تقصیر اسمه حالا این مهم نیست زل و شولد یعنی چی؟ یعنی آقا مقصر خودتی مقصر خودتی بچه به حرفت گوش نمیده مقصر خودتی لوسش کردی زل و شولد این زل بشول آقا زل یعنی مقصر خودتی خب زلبست شولد زلبست هم میتونید بگید مقصر خودتی آقا خب مقصر خودتی خب مهم. پس البشو مثلا مهم هست پس یه جا بگی آقا خودت تقصیر خودت تقصیر خودت تو فارسی میگیم تقصیر خودت زیادی مثلا لیلی به لالای بچه گذاشتی یا خب زلب زلب شد زلب شد داسکین ایست مثلا فروند فروند یعنی لوس نونار شده خب خب اینم از زلب شد اینجا نگاه کنم اینم دیگه چی دارم تو کاسم خاقیش غیش دیگه سم. سو اها تو اینو میخواستم بگم مثلا یارو میگه خودتی یک کلمه ممکن بشنوی لوزا لوزا یعنی چی از انگلیسی میاد یعنی بازنده بازنده تو آلمانی معنای دیگه هم داره فرزاگا یا مثلا لوزا فرزاگا فرلیغا فرلیغا اینا اینا آلمانیش هست این انگلیسیش هست که تو آلمانی هم به کار میره فرلیغا فرزاگه خب دو بیس لوزه مثلا دو بیس لوزه دو بیس این لوزه مثلا خب لوزا یعنی بازنده بده بار بدی داره بچه ها مثلا بچه های کوچیک به هم میگن لوزا خب تو باختی یا بازنده شدی ولی به بزرگ سال که برسه اینو بگید خیلی خیلی بده خب به کسی نگید مگر اینکه بخواید از یه نفر خیلی بده تون بیاد بگید خب لوز یعنی بازنده خب مثلا معمولا اینجا وقت به بزرگ سال بگید یعنی تو تو, تو زندگیت بازنده شد یعنی خیلی بده خیلی بده نگید خب زل, ش... زل و شلت خب من میتونم بچه ها این درس رو تموم کنم زل فرشتندی شد او یعنی قابل درکی که من دیگه وقتم چون تمومه زل یعنی برای شما قابل درکی که من این درس رو باید تموم کنم کلار زل خب خب دورم که دیگه فکر کنم یکم بکنیم حالا زلبس شولد رو گفتم مثلا این لوزا گفتم به که بزرگ سال کنید نگید مگر اینکه که از یه خیلی بدتون میاد خب بعد کاین تیما مثلا چی خواهش میکنم کاین تیما کاین فراگه یا yeah, کلار زلبس فرشتن خب اینا رو گفتم ناتور خب زلب شولد گفتم خب دیگه ویگتس اینن گود که اون زلبست اون زلبا اینا هم گفتم خب این برای امروز بود تا درس بعد خدا نگهدار چوز